جوانی است حدود 16-17 ساله مسیحی به نام ایلیا. این جوان مسیحی یه روز میاد به رفیقش که هادینا میبوده و مسلمان تو همین تهران چیزی تعارف میکنه. وقتی که تعارف میکنه میگه من نمیخورم، چرا؟ ما رمزونه، ما روزه نمیده. میاد از باباش سوال میکنه مسلمونا و اسلام، و باباش هم انگار زمینه خوبی داشته برای هدایت، که اسم یک بچه شو دوقلو بودن، اسم بچه پسر رو گذاشته ایلیا، اسم بچه دختر رو گذاشته فاطیما. ایلیا یعنی همین علی، فاطیما یعنی فاطمه. مدت ها میگذره، 17 سالشه با رفیقش هادی. یه روز هادی میاد خداحافظی میکنه، کجا داریم میریم؟ داریم میریم قم مسجد جمع کرام. چرا؟ ما یه شب قدری داریم، تو این شب قدر تا صبح میشینیم با خدا صحبت میکنیم، استغفار میگیم، الهی العفو میگیم، قرآن سر میگیریم. این ایلیای مسیحی تو عمرش هیئت و جلسه نرفته ها، یک شب، اونم شب 21 ماه رمضان، شب علی. میاد به باباش میگه بابا اجازه میده من با هادی برم؟ باباش اجازه میده، میاد. نمیدونم، ایلیا میگه وقتی دارم از در مسجد جمکران وارد میشم قلبم شروع کرد به زدن، تپش افتاد تو قلب من. امام زمان این مسیحیه. این بچه ها اگه الان لباسشون رو بزنن کنار، اکثرشون سینه کبود جدت حسین. یعنی تو یه نگاهی که شب 21 به ایلیا کردی به ما نباید بگویی. آخه این اسمشه. چی مگه ازت خواستیم آبا؟ چی خواستیم؟ شب 21 ماه رمضان میگه رفتم دیدم اینا قرآن رو سر گرفتن، هی میگن به کیا الله، به علیه، به فاطمته، به الحسنه، به الحسین. علی نمیدونم این شب 21 چه اتفاقی افتاد. ایلیا اومد پیش هادی گفت هادی مسلمون شدن چجوریه؟ همونجا تو مسجد جمع کردن گفت اشهد الله اله الا الله. ایلیا رفت، اما علی برگشت تهران. وقتی که برگشت تهران، پدر مسلمون شد، مادر مسلمون شد، رفیقا مسلمون شدن.